شیر ایران. امروز پنجشنبه 30 اردیبهشت ماه برابر است با 20 ماه می 2021 میلادی. با درود بر بینندگان و شنوندگان برنامه رنگی کمان، بررسی رویدادها رو آغاز میکنم. امروز یک مقدار میخوام فرصت بذارم در مورد ویژگی های سیاسی، اندیشه های سیاسی و به ویژه منش اخلاقی دکتر مصدق که کمتر توسط مردم، فعالان سیاسی و حتی پیروان راه او بهش توجه میشه، در این مورد صحبتی داشته باشیم و اگر فرصت موند بپردازیم به اون چه در اسرائیل و فلسطین روی داده و متاسفانه ادامه داره و باعث کشته شدن بیش از 250 فلسطینی و شاید هم 20 تا اسرائیلی شد. بنابراین در مورد اندیشه های سیاسی مصدق و منش اخلاقی اون صحبت میکنیم که میخوام بگم که یعنی یادآوری میکنم در حقیقت که در مهر ماه 1328 در جلسه که در منزل دکتر مصدق تشکیل شد 20 تن شرکت داشتند. این 20 تن کسانی بودند که در جلوی کاخ مرمر که اجتماع بزرگی از مردم تشکیل شده بود در اعتراض به تقلب در انتخابات مجلس به ویژه انتخابات تهران، اون شرکت کنندگان در اون گرد همایی اعتراض‌آمیز 20 تن رو تعیین کرده بودند، از جمله خود مصدق که اینها در مهر ماه 1328 در منزل دکتر مصدق تشکیل جلسه دادند و جبهه ملی ایران رو بنیان نهادند. و شرط این که کسی به عضویت شورای جبهه ملی پذیرفته بشه این بود که و تنها نمایندگان احزاب، سازمان‌های سیاسی و اتحادیه‌های کارگری و اتحادیه‌های صنفی اصولاً نمایندگانشون میتونن به این شورا پذیرفته بشن و کسی به عنوان فرد خودش نمیتونه به این جمع بیاد. از همینجا بررسی میکنم که چرا این جمع نام جبهه ملی بر خودشون نهادن و حزبی تشکیل ندادن. برای اینکه مصدق و یارانش در اون جلسه باور داشتن که اگر حزبی تشکیل بدن مردم یه جامعه رو نمیشه در یک حزب تمرکز داد. تجربه کشورهای سایر دموکراسی حتی آمریکا و انگلیس نشون داده که اونها گاه دو و گاه سه حزب تشکیل میدن برای که همه مردم با عقیده سیاسی مختلف، با شیوه های اخلاقی مختلف، با اعتقادات مذهبی مختلف همه داخل یک حزب جمع نمیشه. و از این رو حتی تجربه کشورهای کمونیستی اروپا نشون داد که احزاب کمونیست تشکیل دادن ولی مردم در جمع روی هم استقبال نکردن. حتی در چین که ماو رو به عنوان خدای خود قبول داشتن، حزب کمونیست چین شاید بیش از 5 یا 6% جمعیت بیشتر در بر نگرفت. در کشورهای صاحب دموکراسی هم مثل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا با اینکه چندین حزب وجود داره این احزاب یه درصد بسیار ناچیزی از جامعه عضوشون هم. فقط در انتخابات هم که بدون عضویت فقط به صرف اعتقادشون به نامزد اون حزب در انتخابات شرکت می‌کنن. بنابراین مصدق معتقد بود که جبهه‌ای باید تشکیل بشه که همه این تفکرهای مختلف، سازمانهای مختلف، اتحادیه‌های مختلف همه روی اصول مشترک که اون زمان به هر حال استقلال بود و آزادی در اونجا در اون جبهه گرده هم آیند و یه نیروی بزرگی ایجاد بشه که در
پیکار با انگلیس برای ملی کردن صنعت نفت یک نیروی بزرگی از دولت حمایت بکنه. به هر حال این تمرکز، این تشکل که به نام جبهه ملی معروف شد، شعار خودشون گذاشت انتخابات آزاد و مردم سالاری از راه انتخابات آزاد. یعنی ما از طریق انتخابات آزاد میتونیم به مردم سالاری و حکومت مردم بر مردم اون زمان میگفتن که امروز معروف شده به مردم سالاری میرسیم، و با ملی کردن صنعت نفت به ناوابستی و قطع نفوذ انگلیس در امور دولتی، به ویژه دولتی ایران، گرچه اقتصادی هم دخالت داشت. بنابراین نمایندگان جبهه ملی در دوره 16 مجلس شورای ملی، نمایندگان جبهه ملی که فکر میکنم در 12 نفر بیشتر بودند، و صالح حکاشان بود، احتمالا بقایی اکرمان، بقیه تهران، مصدق، مکی، اینها در اونجا تونستن لایحه ملی شدن صنعت نفت رو به تصویب مجلس برسونن، و مجلس سنا درست روز 29 اسفند یعنی 1329 تصویب کرد قانون ملی شدن صنعت نفت، و مصدق مأمور اجرای قانون ملی شدن صنعت نفت. مصدق از بعد و نخست وزیری یه نامه به رئیس شهربانی‌های کل کشور نوشت و یادآور شد که هر نشریه‌ای به من توهین کنه یا حمله کنه قابل تعقیب نیست، ولی دیگران اگر مورد توهین قرار گرفتن میتونن از حق خودشون به دادگستری مراجعه کنن. دو تا موضوع هم هست که من میگم چون فکر میکنم فرصت داشته باشیم. یکی خاطرات آقای پرویز خطیبیه که در اون دوره گرداننده رادیو تهران اون روز بود، یعنی نه رئیس بود نه معاون، ولی عملا رادیو رو میگردون. ایشون در خاطراتش که در خارج از ایران منتشر شد بعد از سال 57 نوشت که مصدق به عنوان نخست‌وزیر یه نامه به من کارمند رادیو نوشت و در اونجا یادآوری کرد که قربانت گردم، شما در گذشته نسبت به دولت‌ها انتقادات واردی داشتید، تذکرات درستی میدادید، نکنند به خاطر محبتی که به من داری از انتقاد کردن کوتاهی کنید، چون دولت ها با بررسی و بهره برداری از این انتقادات میتونن کاستی های خودشون رو برطرف کنن و بر فزونی هاشون بیفزایند. و یه خاطره دیگه هم آقای دکتر اصغر پارسا که دید من سیاسی ترین فرد جبهه ملی بود بعد از مصدق، ایشون برای من تعریف کرد، گفت من سخنگوی فراکسیون جبهه ملی در مجلس 17 بودم، با اینکه 36 سال بیشتر نداشت، و هر ماه یک بار به دیدن دکتر مصدق میرفتم و ایشون با خوشرویی از من استقبال میکرد. یه بار که دیدن ایشون رفتم دیدم خیلی ناراحتم، فکر کردم شاید اشتباهی من کردم به عنوان سخنگوی فراکسیون نهضت ملی. این بود که پرسیدم جناب دکتر به نظر میرسه امروز یه مقدار گرفته هستید و زیاد خوشحال نیستید. گفت که دکتر مصدق جواب داد بله همینطوره. من دیگه به این نتیجه رسیدم یا باورم شد که اشتباه حتما من بوده، بهتر اینه که جرأت بکنم و بپرسم و ببینم چه شور شد. به خودم جرأت دادم و گفتم جناب مصدق ممکنه بفرمایید که ناراحتی شما از چی هست؟ گفت برخلاف تصور من دکتر مصدق روزنامه مردم، ارگان حزب توده رو در آورد و به من نشون داد، گفت ملاحظه بفرمایید امروز حزب توده به ما هیچ ایرادی نگرفته، هیچ انتقادی نکرده، حمله ای نکرده. یعنی مصدق حتی از توهین های یا حمله هایی که حزب توده و روزنامه های ارگانش میکردن نه تنها نمی رنجید، بلکه از اینا برای اصلاح دولت ملی استفاده میکرد. و روی
مصدق نخست وزیری رو پذیرفت و تلاشش این بود که با اصلاح قانون انتخابات ما بتونیم انتخابات آزاد داشته باشیم و مجلسی که نماینده ملت باشن. و مصدق یک دید دیگه هم نسبت به آزادی مطبوعات داشته، فکر میکرده اگر مطبوعات آزاد باشن و بتونن مطالبی که لازمه بنویسن، یواش آروم آروم این حالت آزادی مطبوعات و آزاد گذاشتن مطبوعات، افزون بر این که دولت متوجه اشتباهات میکنه، باعث رواج این مطبوعات و ستون چهارم مشروطیت میگفتن فکر میکنن یا ستون پنجم خواهد شد. و دیدیم که مصدق از این مسئله استفاده کرد، همونطور که گفتم برای اصلاح نظام، اصلاحات برای اصلاح اشتباهات نظام. و بعد از اینکه نفت، صنعت نفت ملی شد و مصدق به نخست وزیری رسید و مردم، یعنی هموطنهای ما بیشتر میدونن که در روز 29 خرداد ماه 1330 شیر نفت توسط حسین مکی نماینده مجلس به روی نفتکش‌های انگلیس بسته شد و اونو به عنوان روز خلعیت شناخته شده. هنوز هم میدونیم روز خلعیت یعنی روز خلعیت از شرکت نفت ایران و انگلیس در 1330 روز 29 خرداد. امروز همه ما، همه عاشقان ایران، همه آزادی خواهان، همه کسایی که با تمام وجودشون با استبداد مذهبی مخالفت میکنن و مبارزه میکنن برای اینکه بتونن به آزادی و حقوق انسانی برسن، انتخاباتی گذاشته جمهوری اسلامی 28 خرداد ماه، یعنی شب 29 خرداد، یعنی شب فرداش که روز تاریخی خلیت. من امیدوارم و مطمئنم و یقین دارم که ملت به پا خواسته ما این روز رو تبدیل به خلعیت از ولایت مطلقه فقیه خواهد کرد و این استبداد مذهبی رو از قدرت خلع خواهد نمود. این امیدواری هست. مردم نشون دادن که این آمادگی رو دارن و همین دلیل بحشت کرده علی خامنه‌ای رهبرشون و نمیدونن چه بکنن. همونطور که یک بارم یادآور شدم، هر روزی یه چیزی فکر میکنن، یه نقشه‌ای طرح میکنن که هیچ کدوم از اینا در مردم تا کنون اثر نگذاشته و نخواهد گذاشت. با خلعیت از شرکت نفت، انگلیس هم مانع فروش نفت ایران شد و حتی کشتی‌های ایتالیایی و ژاپنی که اومدن از ایران نفت خریدن، نه از شرکت ایران انگلیس، دولت انگلیس یا نیروی دریایی انگلیس در عدن اینا رو متوقف کرد، توقیف کرد. در نتیجه مصدق از فروش نفت و داشتن ارز محروم شد. از اونجا که مصدق افزون بر ملی کردن صنعت نفت، شیلات شمال هم که در اختیار روسیه شوروی بود، قرارداد بسته شده بود، ملی کرد و به دنبال اونم از روسیه تقاضای پس گرفتن 12 تن، حدوداً 12 تن طلایی که ما در جنگ دوم جهانی از روسیه طلبکار شده بودیم، یعنی ایران طلبکار شده بود و روسیه میخواست با روبل بپردازه که دولت ایران قبول نکرد، قرار شد به طلا به قیمت اون روز برگشت بشه به ایران. این درخواست کرد مصدق که این طلاها رو به ایران برگردونن. متاسفانه روزنامه های اون روز روسیه شوروی به دولت، البته به دستور دولت بوده لابد، گفتن به دولت اختیار دادن که شما حق ندارید طلاها رو در دولت، در اختیار دولتی بذاری که نماینده مردم ایران نیست، یعنی مصدق نماینده مردم ایران نیست. و دولت هم قبول کرد و این طلاها پرداخت نشد.
ولی بعدها در دوران کودتا این تله ها به دولت کودتا تحویل شد، چرا که به هر حال دولت کودتا از تهدید و تطمیع ساده کرد، تحویل کرد که افسرهای سازمان حزب توده رو اعدام خواهیم کرد، ادامه خواهیم داد برای این اعدام ها. از اون برم گفت جزیره باشید درکده فیروزه در شمال ایران که بسیار با ارزش بود و هست به شما واگذار میکنیم. این تهدید و اون تطمیع باعث شد که روسا با تحویل گرفتن شهرک فیروزه یا درکده فیروزه طلاها رو به دولت کودتا لابد از دید روسیه دولت کودتا نماینده مردم ایران بود. یکی از شاهکارهای مصدر مسئله وقتی که نفت صدور نفت مسئول شد اقتصاد بدون نفت بود. مصدر معتقد بود که ما باید صادرات و واردات رو بدون درآمد نفت تنظیم بکنیم و بتونیم روی پای خودمون بگه ملت به عنوان یک ملت بیسیم و در ضمن به هر حال روزی که نفت فروش میره از درآمد نفت برای ایجاد کارگاه ها، کارخونه ها، کارخونه های پایه، کارخونه هایی که تولید کارخونه میکنن، شبکه راه و راهن که شریان ارتباطی و اقتصادی مملکت و همچنین گسترش دبیرستان ها، هنرستان ها، دانشگاه ها، بالا بردن سطح دانش جوان ها و به ویژه ایجاد نیروی انسانی کارآزموده که ما برای آینده کشور روی نیروی جوان و کارآزموده و متخصص حساب کنیم. این دو مورد سالها بعد از مصدق در دنیا ثابت شد. یکی این که وقتی مصدق و ما نباید متکی به صادرات نفت باشیم، سالها بعد معلوم شد که کشورهایی که فقط یک صادرات دارن و متکی به اون فراورده هستن که معروف شدن به دولت‌های تک محصولی، اونها دچار موزر شدن که هر وقت استعمار نو تصمیم گرفت خواستای استعماری شد برای این دولت‌ها تحمیل کنه یا فروش این فراورده ها رو گرفت، حالا قهوه بود، شکر بود، معدن بود، مس بود، هر چی، یا اینکه قیمت رو در بازار آورد پایین و دولت ورشکسته شد، ناچار شد خواستای استعماری دولت‌های استعمارگر رو بپذیره. اینو مصدق 70 سال پیش توجه بهش کرده بود. و اینکه به نیروی کار آزموده و جوان و تحصیل کرده حساب میکرد، اینم در دوران ما الان کاملا خودش رو نشون داده و نشون داده که پیشرفت کشورها، پیشرفت ملت‌ها، دارایی ملت‌ها در حقیقت انسان‌هاش هستن و ژاپن و فنلاند دو نمونه کامل این نیروی جوان و کارآزموده و تحصیل کرده است. بدون اینکه کوچکترین معادن زیرزمینی داشته باشه جزء کشورهای از نظر درآمد سرانه، از نظر زندگی راحت جزء کشورهای پیشرفته دنیاست. ولی به دلیل عدم فروش نفت و عدم تحویل طلاها که حدود 12 تن میشد توسط دولت روسیه شوروی اون روز و اینکه بانک جهانی حاضر نشد به ایران وام بده و دولت آمریکا هم حاضر نشد کمک بکنه، مصدق و دولت ملی در یک مضیقه ارزی قرار گرفتن که راه حل رو در این دیدن که قرضه ملی منتشر کنن و کردن و خوشبختانه با استقبال سراسری مردم، حتی مردمی که فقیر بودن، روبرو شد. مصدق انتظارش این بود که با فروش نفت در وهله اول زندگی کارگرانو که در اثر ظلم و ستم شرکت نفت ایران در بدترین شرایط از نظر محل سرپناه، از نظر زندگی، از نظر خوراک، از نظر پوشاک قرار داشتن، قبل از همه به وضع کارگران سر و سامان بده و بعد اون برنامه‌هایی که گفتم اجرا کنه. بعضی از هموطنان ما به خصوص دوست عزیز من آقای داروش آشوری، ایشون به این نتیجه رسیدن یا برداشتشون این هست که جبهه ملی
به دنبال آزادی و استقلال بود و توجه زیادی به اقتصاد نداشت. من ضمن احترامی که برای این هموطن ها قائل هستم میگم دقیقاً وارونه این بوده. یعنی مصدق میدونست برای اینکه ما اقتصاد پیشرفته داشته باشیم، برای اینکه متکی به صنعت مملکت باشیم، برای اینکه نیروی جوان تحصیل کرده تربیت بکنیم، برای اینکه کارگاه و کارخونه به وجود بیاریم و به اقتصاد مملکت سر و سامان بدیم، بایستی ناوابسته باشیم و بایستی بتونیم صادرات خودمون رو در مقابل واردات یا متعادل کنیم یا حتی افزایش بدیم. یعنی مصدق پیشرفت و شکوفایی اقتصاد و جبهه ملی در اون زمان در سایه ناوابستگی و آزادی مردم، این آزادی فقط شامل حال آزادی سیاسی نبود، آزادی اقتصادی هم مهمترین رکن پیشرفت اقتصاد یک مملکت هست. به هر روی در اثر کودتای 28 مرداد که طراحش دولت استعمار در انگلیس بود و اجرا کنندش هم دولت امپریالیستی آمریکا، دولت ملی ساقط شد و ما دچار یک دور بسته استبداد شدیم که از 1332 شروع شد و در سال 1357 تداوم پیدا کرد. من اینو بارها از هموطنان درخواست کردم، به خصوص دوستان من در جبهه ملی که این طرح این تزو دارن، این عنوان میکنن که انقلاب سال 57 بخواد در ضدیت با کودتای 28 مرداد بود. من با تمام احترامی که گفتم برای دوستانم قائلم، ولی باورم نمیشه که انقلاب سال 57 در ضدیت با کودتای 28 مرداد بود. من تصور میکنم اون چه در 57 اتفاق افتاد تداوم کودتای 28 مرداد بود. استعمار تقاضاهایی داشت، انتظاراتی داشت، برنامه‌هایی داشت که دیگه یا شاه نمیتونست انجام بده یا حاضر نبود انجام بده. بنابراین باید اون چه در 57 اتفاق افتاد اتفاق میافتاد که اون برنامه‌های استعماری و آزادی کشی و سرکوب آزادی و جلوگیری از پیشرفت مملکت مانع اون بشه و شد. و دکتر بختیار به موقع و به هنگام اینو متوجه شد و گفت اینها ماموریت دارن که ایرانو نابود کنن و نابود هم میکنن. و من به عنوان دوست کوچکیشون در کنارشون، برادر کوچکیشون، میگم ملت ایران امروز به پا خواسته، ایران بار دیگه به پا میخیزد و به بساط استعمار که دنباله یا تداوم برنامه های کودتای 28 مرداد بود پایان خواهد داد و ما به زودی آفتاب خورشید آزادی رو در آسمان غمزده ایران مشاهده خواهیم کرد. و من این مژده رو به هموطنان میدم و به همه‌شون میگم دشمن در بدترین شرایط سقوط به تبلیغات و به تهدیداش توجه نکنیم. تبلیغات و تهدیدها نشانده ضعفی که خودشون بیشتر مردم متوجه هستن، که یکی از نوشه های رهبر انقلاب میگه که 200-300 خانواده هستن که تا حالا خوردن و بردن و دزدیدن، اینا هم هر کدوم جاهایی رو در نظر گرفتن یا جزیره هایی خریدن که در حرکت و خیزش ناگهانی مردم از ایران فرار کنن. و روی سخن من به پاسدارا و بسیجی ها و تمام کسایی که به هر حال به خاطر نیاز مالی یا اعتقاد مذهبی در رکاب اینا شمشیر می زدن، پیامم اینه: شما از ایرانی، شما ایرانی هستین، شما از ملت ایران هستین، شما نباید به خاطر یه پولی که میدن شما زنده بمونید از یک عده دوست چپاولگر، آدم کش و ضد بشر حمایت کنید. اونا در میرن، شما در جامعه تنها خواهید موند
و اینو بهش توجه بکنید که خوشبختانه توجه کردن و نمایندگان مجلسی هم که با هزار جور بررسی انتخاب کردن تعیین کردن، امروز اون هم در مجلس صدای مردم رو به گوش حتی به دنیا میرسونن با نطقای پیش از دستورشون و روحانیون برجسته و کسانی که از نظر مذهبی و دینی جایگاه و پایگاه بالایی دارند، اینها هم به این نتیجه رسیدن که اگر فرض بکنید یه نظام سلطنتی یا یه سلسله پادشاهی بر کرده باشه به ایران، با رفتنش آبروی اون سلسله یا اون خاندان از میان خواهد رفت. ولی با ادامه وضعیت کنونی، سقوط نظام، سقوط این چپاولگرا مساوی خواهد بود با سقوط شیعه، مذهب شیعه، که حالا یه تبلیغاتشون پیدا شده میگه درسته که ما در ایران دیگه شیعه ای نداریم و نخواهیم داشت، ولی بهتره که ما شیعه رو با آمریکا صادر کنیم و 330 میلیون آمریکایی رو شیعه کنیم. بعدم وقتی این کار رو کردیم برگردیم تمام جمعیت دنیا 7 میلیارد رو شیعه بکنیم. نمیدونم کی بود که در خواب بیند پنبه دانه، یه همچین آدم هایی پیدا شدن و میشن همه توهم، همه پرت و پلاگویی، همه ناشی از ترس، همه از خواب آشفته که میبینن و شب تا صبح هم خوابشون نمیاره. روز 28 خرداد، روز خلعیت از ولایت فقیه، حکومت مطلقه فقیه، در خانه ها میمانیم و خیابان ها رو خالی میذاریم و خوب خود همین که آماده فرار هستن برن به صندوق ها، که میترسن ها. حتی میترسن خودشون هم برن پای صندوق ها با چه محافظت و مراقبت. من خیلی دلم میخواست از اون چه در اسرائیل و فلسطین اتفاق افتاده صحبت بکنم و به خصوص به هموطنانمون بگم که دوچار این توهم نشن که اسرائیلی ها فلسطینی ها نمیدونم مثلا آدم های تروریست هستن، همونطوری که نتانیاهو میگه. نتانیاهو اگر قرار باشه بگیم تروریست کیه، نتانیاهوه. نتانیاهو نه تنها تروریسته، سرکرده تروریست هست. یعنی همون نقشی رو بازی میکنه برای فلسطینی ها که علی خامنه‌ای برای ملت ایران بازی میکنه. علی خامنه‌ای حاضره ده ها هزار نفر دیگه هم برن و گرسنگی، ولی ایشون دیرتر به بهش بره یا نره. نتانیاهو هم حاضره صدها اسرائیلی و حتی لازم شد هزاران اسرائیلی رو بکشتن بده برای اینکه نخست وزیری بره کنار، یک سره به دادگاه کشیده میشه و در دادگاه محکوم میشه و به زندان میره، و این برای اینکه کارش به دادگاه نکشه، به زندان نکشه، حاضره اصطلاحی داریم به خاطر یک دستمال قیطریه رو با آتش بکشه. و ببینین چقدر اسرائیلی رو بکشتن داده و چقدر فلسطینی، حتی بچه های شیرخوار. بنابراین مقایسه نکنیم که فکر کنیم فلسطینی ها مثل علی خامنه‌ای، نه، فلسطینی ها برای سرزمینشون وطنشون جانبازی میکنن و اون که انسانیت زیر پا گذاشته و انسانها رو حتی هم وطنهای اسرائیلی خودش رو به کشتن میده نتانیاهو. در این مورد صحبت زیاده، من در آینده بیشتر صحبت خواهم کرد. فقط میخوام بگم که امروز نه تنها مردم اسرائیل بلکه یهودیای اروپا و یهودیای آمریکا دقیقا متوجه شدن که نتانیاهو هر وقت میخواد انتخابات بشه توی بوق جنگ میدمه که مردم از ترس بترسن برن بهش رای بدن، که 20% هم بیشتر نمیدن. یعنی 20% اون با 20% علی خامنه‌ای خیلی چیزه، با هم جوره. و موقعی هم که میبینه ممکنه بره کنار و کارش به دادگاه بکشه، جنگ رو را میندازه و آدم میکشه و به کسایی که از وطنشون دفاع میکنن میگه تروریست. همونطور که علی خامنه‌ای که خودش شره، به کسانی که برای آزادی و نجات ایران و رهایی از فقر بلند میشن میگه اینا اشرار.
به خدا میسپارمتون تا فرصت دیگر.